خدا با آن ملت سروری داد که تقدیرش به دست خیش بنوشت. با آن ملت سر و کاری ندارد که دهقانش برای دیگر کشت. سلام و عرض ادب دارم خدمت تک تک شما عزیزان کمین. اکنون بینده برنامه شام یک از تلویزیون جهانی یک هستید. امیدوار هستم در هر گوشه این کره خاکی قرار دارید، خوش و سرحال و لباس عافیت بر تن داشته باشید. من سلیم نسیم امشب خوشبختانه مهمان و میزبان این بخش برنامه هستم. در نخست قبل از آغاز صحبت ها یک کلیپ کوتاه آماده نشست رو تماشا کرده دوباره برمیگردیم. با ما باشید. لیسانس هستی؟ بله. به کدام رشته؟ ژورنالیسم. ژورنالیسم؟ بله. او سلیم جان، تو از ژورنالیسم فارغ شدی؟ دیره که بر سلیم جان کرده بودیم باید به وعده خود وفا میکردیم. من هم تلاش خود کردم تا اینکه بر سلیم جان یک کار مناسب پیدا شود. کامگار صاحب، اصلا هیچ احساس بیان کردن نمیتونم برتون دیگه که من چی احساس دارم برتون. اینه دیگه سلیم جان، خوب شد که نرفتی ایران، اگر این حالی چی خطرات در دستر رایت بیامد. سلامتی، رحمت و برکت خداوند بر شما عزیزان و خوبان. آرزومند هستم که تمامی شما جور و صحتمند و سرحال باشین و ذهنهایتان از دغدغه های روزگار به دور باشه. دوستان، شما رو به برنامه شام یک خوش آمد میگم. بخش میزبان هست و خوشبختانه که همکار خیلی ها خوب و خوشقلب خود امشب در برنامه با خود داریم که قسمی که شما در نوار تصویری کوتاه دیدین سلیم جان نسیم با ما هستن که اکثریت شما جویای احوال سلیم جان شده بودین و مدام میپرسیدین که سلیم جان کجا هست، آیا در افغانستان هست یا خیر، یا دوباره مسیر قبلی خود طی کرد در پیش گرفته. و ما امشب خواستیم که سلیم جان را در برنامه داشته باشیم تا از زبان خودش قصه هایی داشته باشه با شما. و قبل از همه خود سلیم جان رو به برنامه خوش آمد میگم. سلیم عزیز، خیلی به برنامه خوش آمدید. سلامت باش خال جان. سلام خدمت خودت، سلام خدمت همکارای عزیزم و بخش تکنیک. تشکر از اینکه مرا دعوت کردین. بخیر، سلامت باشی سلیم جان. چی خوب است که در حد یک دقیقه یا دو دقیقه یک معرفی خیلی کوتاه از خودت داشته باشیم. خب خال جان، در همه گیتون میفهم که نام من سلیم است، نسیم تخلص میکنم، بچه همی شهر کابل هستم، نای هشت کابل. دوره ابتدایه و متوسطه را در لیسه عبدالحق بهتاب به تام اتمام رساندیم و دوره لیسه را در خواجه عبدالله انصاری. و در قسم که همه موشما میفهم که یک موشما یک راهی داریم به نام کنکور که متاسفانه کنکور امتحان دادیم، اما در رشته که نمیخواستم البته انتخاب نشدم. بعدا یک راهی را پیدا کردم که بتونم به یکی از پنتونای خصوصی ادامه تحصیل بتونم. خوشبختانه فارغ التحصیل رشته ژورنالیسم هستم از یکی از پنتونای خصوصی کابل. آها، بسیار خوب. سلیم جان، قسمی که در نوار تصویری دیدیم، بله، میخواستیم مهاجرت کنی، چرا؟ خب خال جان، هر کسی که باشه، اگر خودتون باشی 4 سال درس میخونی، هیچ مدت 4 سال آرزوهایی می داشته باشی، آرمانایی می داشته باشی که من تحصیلات تمام کنم، به اینجا برسم، این کارو کنم، اون کارو کنم. زمانی که تحصیلات تمام میشه 4 سال دیگه پشت هر در میری، میدوی، اما کدام نتیجه نمیگیری. بعد یک حالت روحی اومده بود سر من روز، البته که نباید اصلا یک کسی که هدف داره نباید ناامید باشه، ناامیدی اصلا دل خود جای نبته. خب همون یک حالت اومد سر من، تصمیم گرفتم که مهاجرت کنم. خب وقتی میخواستی مهاجرت کنی، بله، بعدش باز قسمی که در نوار تصویری دیدیم خودت را یکی از همکارانمون که قبلا در این رسانه کار میکرد ممانعت کرد و خودت را نگذاشت که بری به سفر. بله. چی خوب است که سفر رسیدنت به رسانه با ما قصه کنی. خب من خال جان، امروز روزی که تصمیم گرفتم که من میرم البته مهاجرت از راه قاچاق به سمت ایران، هرچند خانواده‌ام خبر نداشتن، همونطور یک بایک گرفتم، خیس مرکت کردم، به توکل به خدا هر چیزی که شد، بی خبر از همگی. و خوشبختانه همون روز اصلا همینجا جا داره که از تمیم جان یارمل اگر صدای ما رو میشنوه قلبا سپاسگزاری کنم از تیمشان که مانع بدبختی میشدن. همونجا شش تا بود که اینا گزارش داشتن که آمدن، صحبت ها رد و بدل شد، صحبت مرا گفت فقط یک چند لحظه ما رو وقت بده. ما قبول نداشتم، گفتم برین بیاد مرا بانید موتر، ویدیو همه که دیدن. گفت نه، بیا یک بار پایین شو صحبت میکنیم. خب بالاخره مرا مجبور ساختن که نه، امروز نرو. خنده کرد، گفت اگر تا یک هفته ما برای تو کدام کار یا چیز پیدا نکردیم، همین موتر است، همین کمپانی است، همین راه است، ما خودمون میرسانیم. تا دیگه آمدم به سمت خانه،
اصلا پوت کردم، هیچ کسی نگفتم. من میرفتم بازم روی تمیم جانشون سر خوردم. شب بود، برادر کلان اومد تم کلیپ دیده بودن که نشر شده بود. با خانه گفتم که این تک تصمیم داشت کلیپ خوب خوب غال مغال یپا که چرا؟ اصلا ما توی امید نداشتیم که توی تک کار کنی. خب ماندی موضوع به صبحش، صبح بازم بیا گیو غال مغال قرار شده بودن هرچی نباشه. در جریان امو صحبت ها بودیم که تمیم جان تماس گرفت که خوب سلیم جان ساعت من یک بار دفتر میایی، ما امرای یکی از رسانه ها صحبت کردیم. همجا مادر من گفتم تمیم زنگ زده میگه یکی امرای یکی از رسانه ها صحبت کردیم بیا. سلیم سعی کردم سو گفتم برو باز شب باز گپ میزنیم. باز آمدم دفتر تمیم جان گفت که امرای جناب وایس احمد کانگور صحبت کردیم، رئیس جای تلویزیون یک، گفته بیاین. بعد اومدیم کلپا رو همه دیدن که اومدیم جا کانگور صاحب خیلی همدردی کردن، خیلی مهربانی کردن و بعد از اون شامل شدم و وارد خانواده یک شدم. خب سلیم جان، یکی از آرزوهایتی بود که در یکی از رسانه ها را پیدا کنی؟ دقیقا. چی خوب است که امو احساست امو لحظه که تمیم جان امرای خودت به تماس شد امو را با ما بیان کنی؟ خب خال جان، احساس هست که اصلا آدم ظاهر کرده نمیتونه، به زبان گفته نمیشه. چقدر خوشحال شدی؟ یعنی شاید اقدر که من بعد از که پنتون تمام کردم فارغ التحصیل شدم اقدرم خوشحال نشده بودم که همون روز تنها در تماس خوشحال شدم. اصلا 100% هم نبود که من قبول میشم نمیشم، لیکن خوشحالی بود. بله دوستا، قسمی که از صحبت‌های سلیم جان پیداست که سفر پرخم و پیچی را به خاطر رسیدن به رسانه طی کرده و حال چی خوب است که از فعالیت‌هایش در داخل رسانه به ما بگوید. خب خال جان، قسمی که شما میفهمین، من قبل روز اول که وارد خانواده یک شدم اسیستان پرودوسر همو وقت الهام جان هاشمی تعیین شدم. بعد مصروف کارا بودم، یک چند مدت بعد یک کم پستم بالاتر رفت، پرودوسر شدم. در جریان که پرودوسر بودم، هم پرودوسر بودم و هم دستیار مدیر صاحب پرودکشن بودم. کار فعالیت داشتم، زحمت میکشیدیم، بعضی وقتا فول تایم، بعضی وقتا آن تایم. در این جریان یک به من از طرف ریاست اجرایی سکرتاریت پیشنهاد شد. یک پیشنهاد شد، مثلا هیچ فکر نکردم در موردش. آجل گفتم چرا، حتما. بعد خوشبختانه که این بستم زیاد دوام نورد، دو هفته یا سه هفته در بخش سکرتاریت بودیم که باز یک رتبه دیگه مقام بالاتر رفت. خب سلیم جان، قسمی که گفتی یک شخص طبعا وقتی یک عشق داشته باشه به یک کار و او هیچ مانعی را صدرای خود نمیبینه و هر مانعی که دم رایش بیاد، من مطمئن هستم که با او مبارزه میکنه و به نحوه او مانعی را دور میکنه. دقیقا. در مورد پست جدیدت گفتی؟ بله. میشه که او را ما بگویی؟ خب خال جان، من فعلا در بخش ریاست دفتر ایفای وظیفه میکنم. آها، ریاست دفتر؟ بله، ریاست دفتر برام سپردن. دیگه مصروفم کارهای داری و کارهای ریاست دفتر است. ببینید دوستان، جوانان افغانستان و کسایی که در افغانستان زندگی میکنن چقدر با استعداد هستند، وقتی زمینه برشون مساعد شود واقعا میتونه که خود به قله های بلند موفقیت برسونه، ولی متاسفانه که در افغانستان به جوانان ما زمینه مساعد نمیشه. یک نمونه خیلی ها بارز و خیلی ها خوب میتونه سلیم جان باشه که خود از مهاجرت به ریاست رسون. میتونیم همه قسم بگیم سلیم جان؟ دقیقا، از مهاجرت به ریاست. اصلا خال جان، ما ریاست دفتر که من اصلا فکرشم نمیکردم. من میگفتم شاید یک زمان میامدم میدیدم، میگفتم شاید یک 3-4 سال بود من بتونم به این مقام برسم. خب کوشش هایم بود، تلاش های خودم بود و همکاری های خانواده یک بود، از ریاست اجرایی، پرودکشن، هم شما همکارا، به لطف همگی شما من تا این جای رسیدم و قلبا مدیون همتون هستم. خب سلیم جان، تشکری از ما کردی و ایره من مطمئن هستم که تمامش تلاش های خودت بوده، زحمات خودت بوده، استعداد خودت بوده که توانسته تو را به این جایگاه برسانه. خب خداوند این جایگاه را برات نیک مبارک کنه، خداوند خوش داشته باشید به این جایگاه. قربانتن خال جان. بیننده ها منتظر است که خودت روی صحنه بیای، به خاطر که فکر کنم قول داده بودی به بیننده ها که روی صحنه میای و یکی از
یعنی خودت هم علاقمندی به این داری که بیای روی صحنه؟ بله. خب آیا این ریاستی که حالا برش رسیدی میتونه مانع شوه به اینکه بیای خودت روی صحنه؟ نه هیچ وقت نمیتونه. خال جان من در جیجان کمی فعلا هم کارای مصروف کارای داریستم، مصروف تمرینات ما مصروف هستم، مصروف آمادگی هستم. هرچند میخوایم که روی صحنه بیایم، اما من میخوایم هم طبق وعده که به مردم دادیم و قسم باید روی صحنه بیایم که قابل قبول مردم باشه دیگه. انشالله به زودی بسیار با برنامه های بزرگ منتظر باشن، میایم روی صحنه انشالله. انشالله دوستان منتظر باشین که سلیم جان با برنامه های خیلی ها خوب با خلاقیت ها انشالله روی صحنه میه و شما بیننده برنامه هایش انشالله میباشین در آینده. خب سلیم جان خودت خود سلبریتی هستی؟ نه خواهش میکنم، سلبریتی نیستم. رویه مردم با خودت چی گونه هست؟ واقعا وقتی تو را میبینن در بازار و در حتی میشه مشخصتر بگویم خانواده یا اقارب یا فامیل، رویهش با خودت چی گونه هست؟ خال جان رویه مردم بسیار 90% مردم که هستن بسیار رویه نیک میکنن، که میبینن که هرچند زیادتر کسا نمیشناسن، اعتداد که دیدن میشناسن خوشحال میشن، استاد میشن، دعا میکنن، میگن خدا رو شکر که از مهاجرت باز موندی و دوباره آمدی به آرزوهایت رسیدی، تشویق میکنن. باز یک تعداد همترهای ما هستن که میبینن آزار میتن، از دوست صدا میکنن او بچه ایران نرفتی، متاسفانه تخریب هم هست. نه نمیتونه تخریب شد، شاید اونا هدف تخریب نداشته باشن. و یک چیزی که من رو بسیار آزرده ساخته واقعا که صفحات اجتماعی سوشال میدیا که یک صفحه یا دو صفحه را که من متوجه شدم به نام سلیم فنس یا یکی از سلیم خالی نوشته است، چون که تخلص ما را تا فعلا هیچ کس نمیفهمید. چون خود صفحه رسمی داری سلیم جان؟ نه خیر. خب یعنی به اسم خودت صفحه ایجاد شده؟ یک صفحه ایجاد شده خال جان، که اصلا من چیز شدم متعجب شدم 92,000 فالوور داره. من که دقیق سعی کنم خدا نگفتم چه رقم احساس، من خودم نتونستم 4-5 سال یکم پیشرفت کرده دیگه. از اونا خواهش میکنم که شما می کارا را نکنین و از این مرجع اگر پیام یا کدام درخواست میشه از مردم ما مطمئن باشین که من نیستم، من کدام صفحه رسمی ندارم. هر زمان که صفحه رسمی بسازم خودم انشالله میایم و میگم که برادرها این صفحه رسمی خودم است. بله دوستا، قسمی که سلیم جان گفت، سلیم جان صفحه رسمی نداره و از آدرس سلیم جان اگر پیامی به شما میایه سلیم جان نیست که فکرتان باشه. دقیقاً. خب سلیم جان بیان که صحبت ها را یک ذره خودمانی تر بسازیم. هرچند خودمانی بود ولی خودمانی تر بسازیمش. چی خوب است که 5 صفت خوب و 5 صفت بدت همیشه که با ما بگوی؟ خب خال جان امی سوال تگر بگویم که بانیم که ما یک بار روی صحنه بیاییم و مردم زیادتر خوبتر مرا بشناسن، بعد مردم ما قضاوت کنن که 5 صفت ما خوب ما چی است و 5 صفت بد ما چی است. پنج صفت خوبه تا باب بیننده ها بگیم؟ همون هم نمیخواییم بگیم، چون ممکن که من یک صفت خوب در وجودم نباشه، باز من بگویم و بعدا خیلی خوش میکنه. سلیم جان شکست نفسی میکنه. سلیم جان یکی از همکاران خیلی خوش قلب و مهربان قسم که در مقدم من گفتم واقعا هست و ما از وجودش واقعا خرسند هستیم. من خودم شخصم اگر در افغانستان به دنیا نمی آمدی دوست داشتی در کدام یکی از کشورهای دنیا به دنیا بیایی؟ اصلا خال جان جوابی سوال تا میتونم میرقم بردتم که من خودم شخصا پاکستان به دنیا آمدیم و فعلا واقعا بسیار مایوس هستم که من چرا در افغانستان به دنیا آمدیم و مطمئن هستم هر افغانی که باشه هیچ وقت از این چیز سوال نگشته که ما به یک کشور دنیا، اگه به افغانستان به دنیا آمدیم به یک کشور دیگه به دنیا میامدم. اصلا من در ذهنم چیز نامدم، همی حالا پریشان هستم، پشیمان هستم که چرا ما به افغانستان به دنیا نامدیم. خب دوست، از صحبت های سلیم جان پیداست معلوم است که سلیم جان یک آدم وطن دوست همچنان هست. طبعا همه گی ما هستیم، همه افغانستان وطن دوست هستیم، خب معلوم دار است. بله سلیم جان، تا حال با پدرت گفتی که دوست دارم؟ با پدر جانم فکر نکنم. هیچ موقعی مساعد نشده؟ نگفتیم اصلا برش محبت. پدر ما که هست خاله جان، اگه بگویم خداوند هزار سال عمر بتشه، همیشه وقت مثل یک رفیق واره بوده، مثل یک دوست واره بوده و همیشه وقت خاطر خوشی های ما هر آن چیزی که ازش آمده بر ما کده.
و اگر اجازه باشه که همینجا یک بار بگم، چون که مستقیم گفته نمیتونه میشه. نه خیر نه، ممکن برقای افغانستان نباشه، چون میفهمیم که در افغانستان بی برقی هست. طبعاً. چی خوب است که برش همیال زنگ بزنی و برش بگی که دوست دار. زنگ بزنم اگر امکان داشته باشه. چونه؟ سلام علیکم بابا جان. وعلیکم السلام. خوب است بابا جان، صحتمند آرامیس؟ خیرتی خوشحاله؟ شکر الحمدلله. کجا هستیم بخیر؟ دوکان هستم بچه. خب آنها خیرتی است؟ شکر الحمدلله. خوب هستی؟ شکر بابا جان، زنده باشی. باش که هیچ وقت نشده و دعا بجان که برد بگویم که بسیار زیاد دوست دارم. خیر باشی بچه، مرا خیلی آرام باشی. قربان بابا جان. من دوست دارم. خدا حافظ. من هیچ وقت برش رفتم پریشانش میگه خیرت خواست بچیم. چی خوب است که زمینه برای تیجا مسایی چطور برش گفتی؟ نه دقیقا قربانتان سلامت. تشکر میکنم از همه تون، از همه اعضای تیم که این موقعی را برای ما مساید ساختیم. قلبا سپاس گذاریم. بخیر باشی سلیم جان. در دقایق پایانی برنامه قرار داریم. چی خوب است که پیام آخرت به دوستا داشته باشی؟ پیام به جوانایی است که ناامید نشیم، کینه و اینا رو در دل خود جای ندیم. اصلا ما شما از پدرای خود پرسان کردیم که 30 سال یا 35 سال پیش در کابل چه جریان داشت. حتی یک دانه گندم نمیتونست کس وارد کابل کنه. حالا که الحمدلله بهترین شرایط زندگی داریم، بهترین غذاها داریم، بهترین رستوران ها داریم، پس چرا ناامید باشیم؟ چرا کبر کنیم؟ انشالله سالم جان، با امید آبادی افغانستان. انشالله. خودتون بخیر، سلامت باشی، عزیزی که در برنامه حضور پیدا کردی و دعوت ما رو پذیرفتی. تشکر از شما که برنامه موقعی مساید ساختیم که تانستم همراه شما، همراه وطندارای ما که جای احوال ما شده بودن یک چند لحظه صحبت داشته باشیم. بله انشالله که سوالاتی که در ذهن هموطنانمون بود حل شده باشه. بله دوستایی بود بخش میزبان برنامه شام یک، تا برنامه دیگر که باز هم ما با جمعی از همکاران ما خدمت حضور شما قرار میگیریم. شما رو به خداوند یکتا و منان میسپاریم.